برای گفتگو بیشتر در این مورد هم همراه میشیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی که اینجا در استودیو همراه من هستن. آقای ندیمی خیلی خوش اومدین. در مورد بار این محموله چه جزئیاتی بیشتر برامون دارید؟ بله، این اول راجع به کشتی بگم. یه کشتی حدود 40 متری چوبی ماهیگیری هستش که سابقه خیلی خوبی نداره، متعلق به یه شرکت سومالیایی هست به اسم ساملینک که در سومالی و عمان به ثبت رسیده، پرچم سومالی داره و در سال 2019 به خاطر اینکه کاپیتان کشتی ناخدای کشتی خدمه کنیاییش رو شکنجه میدادن و اونا رو مجبور به کارهای طولانی میکردن شکایت کرده بودن ازشون و سابقه فعالیت در قاچاق انسان و همینطور ماهیگیری غیرقانونی داشته، اصلا سابقه خوش سابقه نیست این کشتی. و در این مورد نیروی دریای آمریکا بیش از 50 تن سلاح از اون به دست آورده که شامل 1,000,000 فشنگ 762 میلیمتری مخصوص تفنگ‌های تک‌تیرانداز هست، فشنگ های 12.7 میلیمتری نفوذ کننده به زره بیش از 25,000 تا، باز هم مخصوص تفنگ های تک‌تیرانداز ضد زره هستش که ایران در موارد پیشین در اختیار یمن حوثی های یمن قرار داده بوده، همینطور خرج راکت های 122 میلیمتری کاتیوشا و همینطور خرج گلولای RPG. مقدار قابل توجهی از 50 تن مقدار قابل توجهی است. در موارد پیشین هم به همین ترتیب در سال 2019 در چند مورد در ماه می، فوریه و همچنین دسامبر 2011 نیروی دریایی آمریکا قایق‌های مشابهی رو ضبط کرده بودند که همین مقدار اسلحه و مهمات توش بوده. به نظر میرسه که این روند همچنان ادامه داره، استفاده هم میشه از کشتی‌هایی که یا اصلا پرچم ندارن یا اینکه وضعیت ثبتی نامشخصی دارن و در مسیر بین ایران، عمان، سومالی و یمن در حرکت هستن. خب آقای ندیمی، ایران از یک طرف نشون میده که میخواد روابطش رو با عربستان بهبود ببخشه و اما از طرف دیگه با ارسال سلاح به حوثی‌های یمن به این تنش‌هایی که بین این دو کشور هست دامن میزنه. واقعا هدف ایران در اینجا چه است؟ کاملا مشخص هستش که هدف ایران از این کار همچنان شعله ور نگه داشتن جنگ یمن هست. ما میبینیم که یک مدتی بود که یک آتش‌بسی بین ائتلاف سعودی و حوثی‌ها برقرار بوده، هرچند که حوثی‌ها اخیراً این آتش‌بس رو یک جانبه به پایان رسوندن، ولی ما همچنان جنگی در منطقه نمی‌بینیم. ولی به نظر میرسه که ایران داره سعی می‌کنه که این آتش جنگو بسیار متشکرم.